سلام دوستان عزیز، به کانال آشپزی نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه نان بریوش است. بریوش یکی از معروفترین نانهای فرانسوی هست که اون رو هم به صورت ساده داریم، هم با شکلات و مارمالاد و حتی با گوشت میشه اون رو سروش کرد. بهترین زمان برای استفاده نان بریوش صبحانه هست، ولی معمولا در میانورده ها و عصرانه هم از اون استفاده میکنم. نون بریوش به شکل های مختلف مثل گیسو ارائه میشه و این نون رو میشه در کنار انواع نوشیدنی ها مثل چای، قهوه و انواع دمنوش ها میل نمود. مواد مورد نیاز: آرد گندم 3 پیمانه، تخم مرغ 2 عدد، کره 50 گرم، شیر 1/3 پیمانه، شکر 2 قاشق غذاخوری، پودر خمیر فوری 1 قاشق غذاخوری، نمک 1/2 قاشق چایخوری، کنجد برای روی نان به میزان لازم، زعفران دم کرده برای روی نان حدود 1 قاشق چای خوری نیاز داریم. برای به عمل آوردن خمیر مایه، البته خمیر مایه فوری رو همینجور به صورت خشکم میتونیم اضافه بکنیم به مایه که داریم برای درست کردن نان. شکر رو هم بهش اضافه میکنیم. شما اگر برای استفاده از شکر محدودیت دارین، به جای شکر میتونید از عسل استفاده بکنید یا میزانش رو میتونید کم و زیاد بکنید. مقدار کمی از شکر رو نگه میدارم برای رومال نونم. اینا رو خوب با هم دیگه مخلوط کردیم، میایم شیر رو بهش اضافه میکنیم. اگر شیر خیلی سرد باشه یا خیلی گرم باشه، مایه خمیر به عمل نمیاد. بنابراین باید شیر ولرم باشه. در ظرف رو میذاریم، 10 دقیقه در محیط آشپزخونه قرار میدیم تا مایه خمیر به عمل بیاد. آرد رو الک میکنیم یک بار. آرد رو که الک کردیم، وسطش رو به این شکل گود میکنیم. بعد از 10 دقیقه مای خمیر هم به عمل اومده، اضافه میکنیم. نمکی رو که داشتیم اضافه میکنیم. 2 تا تخم مرغ داشتیم، یکی از اونا رو به صورت کامل داخل مواد می‌ریزیم، یکی دیگه‌ش رو فقط سفیدش رو می‌ریزیم، زردش رو نگه می‌داریم برای رومال نونمون. بعد میان خوب اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنه. خوب که مخلوط کردیم، قاشق میذاریم کنار و با دستمون شروع میکنیم به ورز دادن. کره رو به قسمت های کوچیکی تقسیم میکنیم. کره رو نباید ذوب بکنیم، فقط باید به دمای محیط برسه و یه مقدار نرم بشه. در این حال که ورز میدیم، به تدریج کره رو به خورد مواد میدیم، ورز میدیم تا اینکه یک خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد. حدود 10 دقیقه خمیر رو ورز میدیم. این خمیر ورز دادنش خیلی مهمه.
خمیر نرم و لطیفی به دست اومد که نه به دست بچسبه نه به ظرف. میان ظرفمون رو کمی چرب میکنه. اگر دیدین خمیرتون خیلی خشک هست میتونید کمی آب ولرم بهش اضافه بکنید، یا اگر دیدین خیلی شل هست کمی میتونید آرد بهش اضافه کنید، چون نوع آردا با هم دیگه متفاوت هستش. بعد به این شکل میام داخل ظرف قرار میدیم، در ظرف رو میذاریم، یک پارچه روی ظرف قرار میدیم و میذاریم توی محیط آشپزخونه تا یک ساعت استراحت بکنه این خمیر. بعد از یک ساعت استراحت روی خمیر رو بر میداریم، ببینیم که خمیر حجم شده و تقریبا دو برابر شده. میایم هوای خمیر رو میگیریم، دوباره یکی دو دقیقه ورز میدیم. بعد از یکی دو دقیقه ورز دادن صورت گلوله در میاریم، بر روی تخته کاری که قبلا ضد عفونی کردیم قرار میدیم و بعد خمیر رو به قسمت‌های مختلفی تقسیم میکنیم. خمیر رو من به 8 قسمت تقسیم کردم. خمیر رو تقسیم کردیم میان چونه میگیریم به این شکل گلولش میکنیم. بعد از این مرحله میتونیم شکل بدیم خمیرامون، یا میتونیم از قالب استفاده بکنیم، داخل قالب بذاریم خمیرمونو، یا نه به شکلهای مختلف. میان خمیر رو لوله میکنیم، یکی از مدل ها اینه. بعد میان به این شکل یه مدل این، یه مدل دیگه باز میایم یه مقدار کش میاد به این شکل، دوباره لوله میکنیم. و مدل موجی درست میکنه، یعنی میان یه قسمت از خمیر رو از این ور میپیچیم، یه قسمتی رو هم از این سمت به این شکل.
اینم یه مدل دیگه هستش. یه مدل دیگه باز میام خمیر رو به شکل لوله‌ای در میاریم، چنگال رو توی مرکز قرار میدیم و به این شکل میپیچیم و به این شکل میپیچیم. اینم یه مدل دیگه. چونه ها رو که شکل دادیم، میایم داخل سینی فر یه کاغذ روغنه پهن میکنیم و البته از قبل باید فر رو روشن بکنیم تا فر داغ بشه. چونه های آماده شده رو میچینیم داخل سینی فر. دوباره 10 دقیقه استراحت میدیم، روش یه پارچه تمیز میکشیم، میذاریم 10 دقیقه استراحت بکنیم. برای رومال نون یه زردی تخم مرغ کاشتیم، مقدار کمی شکر. البته میتونید تخم مرغ با یه قاشق خامه صبحونه برای رومال استفاده بکنید. خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. رومال چونه ها رو که زدیم، میان روشون کنجد میریزیم و توی فری که دماش حدود 170 درجه سانتیگراد هست حدود 25 دقیقه قرار میدیم. یکی دو دقیقه آخرم گریل بالا رو روشن میکنیم تا روش یه مقدار طلایی بشه. طبقه وسط فر بعد از اینکه از فر در آوردیم، بلافاصله میتونیم روی نونا رو عسل یا کره ذوب شده بمالیم، بستگی به سلیقه و ذائقه خودتون داره. 10 دقیقه دست به نونا نمیزنیم تا کامل سرد بشه، بعد داخل ظرف سرومون میچینیم. نون بریوش آماده شد. ببینید چه بافت نرم و خوبی داره. امیدوارم این ویدیو مفید واقع بشه. پخت نون در خونه خیلی لذت بخش و مطمئنه، به ویژه در این روزایی که هممون در قرنطینه خانگی قرار داریم. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال